ناسی پیغام برات داده. نوشتم یادم نره. فروزی استراحت کن، به کار فکر نکن. کسی که قرار بود کاری براش انجام بدی مریضه. کل پیغامش رو نوشتی؟ آره. خانه سالمندان که آشنا داشتی زنگ زدی؟ آره، صحبت کردم، گفت حالا. حالا هر وقت خوبی بود. دست درد نکن. موضوع سیاوش مشرفی رو منتفی کنیم؟ چرا از ماهی پرسی مصطفی؟ الان ریش و قیچی دست توی؟ هیچ وقت دوست نداشتم موضوع کاریم قاطی موضوع خانوادگیم بشه. میدونم دوست نداشتی، خب الان که شده؟ عطیه من هیچی نگفت. فقط یه دفعه سیاوش مشرقی تو خیابون قبل اینکه من سوار ماشین بشم اومد با من حرف زد، فقط هم یه دفعه. منم بهش گفتم با پدرم صحبت کنی. بابا صبح رفته خونه سیاوش مشرقی، اونم من از بابا خواستگاری کرده. بابام ناراحت شده بدون اینکه حرفی بزنه از سیاوش مشرقی و دایش خدافزی کنه از اونجا اومده بیرون. من هیچ وقت فکر بدی در مورد عطیه نمی کنم، بهشون کاملا اعتماد دارم. پس چرا امروز که رفتی خونه یه سیاوش مشرقی اون از عطیه خواستگاری کرده ناراحت شدی و بدون خدافزی بلند شدی اومدی بیرون؟ واسه اینکه من نمیدونستم دارم میرم خونه یه خواستگار دخترم. سعید برازنده چرا شبیه منه؟ اگه پشیمون شدی یا مرددی میتونم به پدرم بگم یه فکر دیگه ای بکنه. نه پشیمون شدم نه مرددم. هنوز فرصت داری فکر کنی؟ همون موقعی که گفتی بهش فکر کردم. تو قرار نقش تومه رو بازی کنی؟ میدونی تومه شدن یعنی چی؟ دقیقا نه. در شرایطی که تو قرار نقش برازنده رو بازی بکنی عده دیگه هستن که پول گرفتن که اونو ترور کنن. این طرح کلی داستانه، میدونی؟ بله. ببین درسته که ما برای تو محافظ میذاریم، ماشین زده گوله میذاریم، حواسمون بهت هست، ولی به هر حال ممکنه ما هم اشتباه کنیم. یه تقاضا از شما دارم. ببین با ازدواج من و عطیه خود موافقت کن. سیاوش میخواد تو این شرایط باز ازدواج کنه. میگه موافقت تو بستگی به موافقت من. منم دلم میخواد مثل سیاوش الان که میتونم برای کشورم کاری انجام بدم. من دختر شما هم بابا، دختر شما ترسو نیست. مبارک. السلام علیکم. جلو دری؟ اومدن. زنت اومده؟ آره. چی شده؟ چیزی نشده هاشم رو بیست. فردا صبح فروغ با این دوستش قرار گذاشته. فردا؟ آره. فردا که جمعه است. نمیشه این جمعه آخریه رو با هم باشیم شنبه ببریمش؟ ما از شنبه کارمون شروع میشه. نترس. فردا که بیدار شد بذار هر چی دلش میخواد بخوره. تو جلوشو نگیر. بعدم یه دست لباس درستایی بده تنش کنه، یه ساکم از لباس و خوناش براش ببن. من 10 صبح میام اینجا دنبالتون، 10 و نیم اونجا قرار داریم. باشه. باش. هاشم.
یه هفته ای اونجا درست میشه. میشه این قبلش. بعدم تو هر وقت خواستی چه میدونم هفته یه بار برو بهش سر بزن. نگران نباش. خب؟ من فردا 10 صبح میام اینجا دنبالتون. خدافظ. شبا با مادرش زندگی میکنه؟ اگه دوست داشتی پدر مادرشو بیاری اینجا، من میرم بیرون. کجا میری؟ میرم تو پارک میشینم. توی این هوای سرد؟ زیر کتم ژاکت میپوشم، شال گردن دور گردنم میپیچم، کلاهم که دارم. برای چی این کارو میکنی؟ برای اینکه وقتی پدر مادرش اومدن تو خجالت نکشی. بابا فردا صبح باید ببرمت یه جایی. کجا بابا؟ یه جای خوب. آره پرواز رو سعی کنیم بود، تاخیرم نداشت. خسته نباش. واسه من ساندویچ گرفتی؟ آره گرفتم برات توی یخچال. سلام نصر. چه خبر؟ میخواستم زنگ بزنم، ساعت 2:30 بود، گفتم شاید خواب باشی. خواب کجا بود بابا؟ امشب شب سختی، اصلا خوابم نمیبره. تو گزارش تو بده. بله پرواز روانبخش رأس ساعت 1:30 پرید، تأخیرم نداشت. حامدم هویت اون زن و مرد توی ماشین شاسی بلند رو شناسایی کرده. سابقه کیفری سیاسی دارم؟ سابقه کیفری؟ نه، مرد اسمش هاشم جاویده، باباش رانده اتوبوس بوده، از اینا که رو ماشین اینمون کار میکنه. بعد این مدت دعواش میشه میزنه بیرون، الکلی میشه، خونه نشین میشه. مامانش هم شروع میکنه خونه اینو اون کار کردن برای اینکه خرج خانواده رو بده. هاشم دیپلمشو میگیره ولی نمیتونه کار پیدا بکنه. از دوستاش پول قرض میگیره، بالا میشه میره استانبول. اونجا کار پیدا میکنه. برای مادرش پول میفرسته. مادرش اسمش مبارکه سالهی بوده. الان هم فوت شده. استانبول کار پیدا نکرده. پیداش کردم. خب زنه؟ زنه؟ اسمش منیره، منیر خموش، شهرستانی هم. پدرش کارمند بوده، دو تا پسر داشته، دختر که این دختره هم خیلی دوست داشته، تحت آقاری بوده. منیر دیپلمشو که نمیتونه بگیره هیچ، به خاطر اینکه پسری دوست داشته با باباش دعواش میشه، چون بابای مخالف بوده. بلند میشه فرار میکنه میاد تهران. از قضا میاد خونه یکی از دخترای فامیل دورشون که اونم فراری بوده. بعد یه مدت ازدواج میکنه با یه شخصی به اسم جمشید اختر. بله. بعد بلند میشن با هم میرن سنگاپور دوتایی. اونجا از هم جدا میشن. منیر الان خونه دوستش به اسم خانم پنداشته. بله. اونجا الان زندگی میکنه. همین. الو. شب خوش. آقای داماد فامیلیشون آقای مشرقی، اسم کوچیکشون آقای سیاوش، شماره شناسنامه‌شون 31995، کد ملیشون رو یادداشت بفرمایید. سلام خانم امیری.
ناهید امیری نیستم، خواهر شما. من از شما میخواییم که تشریف بیارید بیمارستان. ما باید با شما صحبت کنیم. کجا گذاشتی رفتی؟ باید دفتر امضا کن. خانم ما امروز نمیتونیم بیام بیمارستان، اجازه بدین فردا. فردا حتما میایید انشالله. حتما. خداحافظ. ممنون. خداحافظ. نگران نباش. هاشم روی؟ زود به اونجا عادت میکنه. با این عادتی که داره اونا این عادت رو از سرش میندازن. توی اتاق زندون بابا خبرت یه نوشابه بگیرم بخوریم. نوشابه؟ ما میخواییم بریم نوشابه بخوریم؟ نوشابه هم میخوریم، ولی یه جا دیگه هم باید بریم. کجا میریم؟ یه جای خوب، یه جای خیلی خیلی خوب. تو این جایی که زنت میگی میریم کجاست؟ بابا ما هنوز ازدواج نکردیم. نه نه دروغ میگه ها، ما با هم ازدواج کردیم. بابام زود باور میکنه. اتفاقا منم میخوام باور کنه. فکر میکنی اگه اون باور کنه؟ نذار زنت منو بذاره پیش پیر مردا، نذار این کارو بکنه. هاشم کارو نمیکنه بابا، آروم باش. هاشم بگو زنت میگرده رو، من میخوام پیاده شم. بله آقا جون. بابا آروم باش، آروم باش. نمیشه الان پیاده شی. من میخوام پیاده شم. نمیشه. آقا من میخوام پیاده شم. پیاده شم. نکن. هاشم بابا این کارو نکن بابا جون. ما پیاده میشیم. شما پیاده نمیشین. نه. رویا من دیگه نمیتونم. هاشم جدید. اتفاقا باید بتونی. فهمیدی باید بتونی. چرا؟ برای اینکه بعد این کار تو باید بری واسه خودت یه کار، یه زندگی درست حسابی را بندازی. دیوانه، با این پولی که بهت میدن میتونی قشنگ با زندگیت حال کنی، میتونی از زندگیت لذت ببری. تو که تا حالا از زندگیت لذتی نبردی؟ بردی؟ نه. خب ولی نمیخوام به خاطر اینکه میخوام از زندگیم لذت ببرم یه کاری بکنم که بعدا یه اون پشیمون بشم، حسرت بخورم. نه ترس، پشیمون نمیشی. هر کی جای تو بود هزار بار قبل از این کارو میکرد. آخه من قبل از این که اصلا نبودم که بخوام کاری بکنم. مادرم تا دم مرگش جورشو کشید. اون که اصلا هیچ کاری تا حالا براش نکردم. من اصلا پسر خوبی نبودم برام. وقت اون پدر خوبی بوده برات؟ آره. بچه ها رو میشناسه، ساختمونم که واسه شاشنه هست. چرا نرفتی تو؟ تلفن به من گفت قبلش میخواد با من حرف بزن. تنهایی با تو؟ نه. اشرقی؟ بله آقا. آماده ای؟ آماده چی؟ شروع؟ دنبال من بیا. Thank you.
کیفو بده. مبارک عروس خانم، خوشبخت بشی بابا. نمیخورم مرسی. عطیه شگون داره. ممنون. شما فرما بیرون بشین. بچه بشین. بشین بچه. من هیچ وقت فکر نمی کردم یه روز توی یه مأموریتی پای خانوادم بیاد وسط. هیچ وقت فکر نمی کردم که مجبورشم بین وظیفه و عاطفه یکی رو انتخاب کنم، ولی انتخاب کردم. این انتخاب دست خود من نبود، تقدیر بود. نمیدونستم دارم به سراغ جوانی میرم که میخواد با دخترم ازدواج کنه. نمیدونستم وقتی فهمیدم جوانی که انتخاب شده قراره بیاد خواستگاری دخترم، خواستم این وظیفه رو فراموش کنم، ولی دخترم نذاشت. پافشاری دخترم باعث شد که بین وظیفه و عاطفه وظیفه رو انتخاب کنم. وقتی من اینو انتخاب کردم، باید به خودم میقبولوندم که نباید احساساتی بشم. باید به خودم میقبولوندم که از اول تا آخر این مأموریت وظیفه من
حفظ و مراقبت از جون این دوتا جوونه که داوطلبانه وارد این معرکه شدن. باید به خودم میقبولندم که این دختر و پسر هیچ نسبتی با من ندارن. الان فکر نکنید که همه نگرانی من فقط دخترم و دامادم هستم. من نگران وظیفمه. ناصر وسط حرفات رو بچه ها که نمیدن. نه یا بیرون کمی حرف بزنه. هم برو شاید درست کن. برم پشت سرت ببن. ناصر عرفان فهمید ناراحتی. موقع خدافزی از من دلیلش پرسید. من راستش بهش نگفتم. یعنی نگفتم که مشرقی دامادته. ببین مصطفی من اصلا ناراحتی میدید. بذار حرفم تمام شه. ببین ناصر دخترت تو این اتاقه. دامادت تو اون اتاق. من نذاشتم دامادت بره پیش دخترت. میخواستم قبلش باهات حرف بزنم. چه حرفیم؟ ببین ما الان هیچی شروع نشده. ما میتونیم عطیه و مشرقی رو سوار ماشین کنیم ببریم خونه خواهرت بذاریم فردا یه فکر دیگه بکنیم. بی خیال بابا مصطفی وقتی این کارا رو نداریم. شب برازنده منتظرمونه. برازنده منتظر من و توه. نه منتظر یکی شبیه خودش. ببین اصلا شب میریم خونه برازنده موضوع رو بهش میگیم و بهش میگیم نترس. بذاریم خودش موضوع رو پیش ببره. ما این کارو نمی کنیم. ما با هم تصمیم گرفتیم. ناصر وقتی من این پیشنهاد رو به تو دادم نمیدونستم مشرقی قرار دامادت بشه. ای من تمام دیشب و قدم زدم و نخوابیدم. حالا که این تصمیم رو گرفتم جان عزیز ته دل منو خالی نکن. تو قبل از اینکه رئیسم باشی رفیقمی نیستی؟ هستم که میخوام کمکت کنم و از این مخمصه بیارمت بیرون. ما چند سال داریم ما هم کار میکنیم؟ خیلی ساله. نه تو این سالا چه اصلی برای من مهم بوده؟ وقتی منافع ملی به خطر میافته به خودمون فکر نکنیم. حالتا میخوای من به خودم فکر کنم؟ آره مصطفی من ناراحتم. خیلی هم ناراحتم. دروغ ندارم میگم. یه دختر بیشتر ندارم. دوستش دارم. عاشقشم. آرزوم این بود که عروسیشو یه روز ببینم. ولی الان وظیفه‌ام مهم‌تر از دوست داشتن. صفام کمکم کن کم نیارم. کمکم کن تا ته این قصه برم. کمکم کن ناصر تا ته داستان با همیم. Thank you.
سلام. بفرمایید. ما یه تصمیم جدید گرفتیم آقای ورازنده. الان میخواین تصمیمتون رو بگین؟ بله. پس چرا از خانم هم خواستیم که بشینه؟ برای اینکه خانم شما قراره در اجرای این تصمیم جدید هم به شما هم به ما کمک کن. من اجازه نمیدم خانمم قاطی مسائل سیاسی و امنیتی بشه. اگه میتونم به شما کمک کنم چرا نه سعید؟ سحر، تنگی نفس تو ریشه عصبی داره، نباید خودتو قاطی مسئولی بکنی که حسابتو به هم بریزه. آقای برازنده، شما و خانومتون دیگه قرار نیست درگیر مسائلی بشین که حسابتونو به هم بریزه. من ترسو نیستم آقای احسانپور، اینو دفعه پیشم خدمت شما گفتم، هر چیزی بگین من گوش میدم به حرفتون، اما تنها مسئله‌م خانوممه. سحر تازه از بستر بیماری بلند شده و نباید چیز دیگه ای مریضش کنه. سعید، من وقتی کنار تو باشم عصبی نمیشم، مریضم نمیشم. این که بتونم کاری انجام بدم حال روحیمو بهتر میکنه. این حس که یه جایی دارم به درد میخورم خیلی حس خوبیه واسه من. این احساس خوبو از من نگیر. باش. چه تصمیمی گرفتین؟ شده بابا، یه تصادف معمولیه،
فقط راهنداشون نمیخوام با هم کنار بیام. بعضی از ما اینقدر به فکر خودمونیم که متوجه نیستیم مردمی که تو این ماشینان ممکنه گرفتاری داشته باشن. بهشون گفتی؟ آره گفتم. عکس العملشون چی بود؟ سکو ما توی خیابون فرعی تصادف شده. تا این راننده ها بخواد با هم کنار بیان و راه باز بشه طول میکشه. تو باشون دوباره حرف بزن. حرفی برای گفتن نداری. موضوع برای هر دوشون روشنه. اگه اینطوری فکر میکنی دیگه احتیاجی به دوباره گفتنش نیست. ماشته دی
آره.